بینندگان عزیز سلام و درود بر شما. در هر جایی که تشریف دارید بهروز، کامیاب و آسوده باشید. بازم طبق معمول برنامه ما با اخبار ناگوار جنگ آغاز میشه، به خاطر از اینکه من مناطق خبرخیز همین مناطق جنگی است. حالا به نظر میرسه که شمارش معکوس برای نبرد حتمی بین اسرائیل و حزب الله شروع شده. برنامه اسرائیل در رفح بسیار یک برنامه مرموز است. میگن او آخرین سنگر حماس است. ما در باید در هم کوفته شد و کاملا نابود شد و باز هم او گپای روزای اول خود میزنن. و خبر عجیبی دیگه که یک واحد نظامی اسرائیل به نام واحد نخبه گولانی در یک حمله حزب الله کاملا نابود شده است. اول گزارش تایید نشده از یمن میرسه که یک هواپیمای آمریکایی در ولایت سعوده در شمال یمن سرنگون شده. این خبر همه قدر آمده و جزئیات نداشت. در تیپ گولانی که پیشتر یادآوری کردم، رسانه‌های ایبری در اسرائیل گزارش کرده که کماندوهای تیپ گولانی یا لوای گولانی در جبهه شمالی گفته که مثل مرغابی در دام حزب الله افتادن و شکار شدن. این خبرنویس رسانه‌های ایبری زبان اسرائیل بینیمی ادبیات نوشته کرده. همزمان شاید شما در تلویزیون ها دیده باشین که امریکا یک پایگاه نظامی یا اسکله دریایی یا به اصطلاح هم ایستگاه ساحلی را درست کرده که این مقدمه است برای کمک به اسرائیل در سرکوب گذرگاه رفح. البته قبلا هم شروع کرده بود یک دو ماه پیش. او مورد حملات حماس قرار گرفت و کارش پایان داده شده بود. حال دوباره شروع کردن. اما خب حزب الله امروز ضرباتش بسیار زیاد شدید بود بر پایگاه های اسرائیل، خصوصا بر تأسیسات نظامی و امنیتی که در اونجا مفرزه ها رو تقویت میکنن، اونا زده میرن. چیز ویژه که در این حملات هست چی هست؟ حزب الله با راکت های مثلا نقطه زن و این جاها که حمله میکنه دو گپ است. یکی که گنبد آهنین اسرائیل او رو نمیگیره، دیگه ای که بود دقیقا به هدف میخوره. این دو ویژگی داره، یعنی شکار نظامیان اسرائیل در اطراف پایگاه الزهیره و زوات است و هم با تسلیحات موشکی انجام گرفتن مطابق اعلامی خود حزب الله. پادگان زبدین در مزارع اشغالی شبعا همچنان با تسلیحات سنگین کوبیده شده. همه به هدف خورده اینا. باز یک پهپاد هم به مقر توپخانه منطقه عین مرجلیوت حمله کرده، هدف زدن. ساندی تایمز گزارش کرد که سپاه پاسداران با کمک هشت شعبی را در بریتانیا پایگاه حمایتی ایجاد میکنند. دهی دیگه شرق نیست. تمامی مفرزای خوابیده و نیمه خوابیده سپاه پاسداران در هر جای که هستن علیه از اینا فعال میشه. و اعتراف رسانه و مقامات اسرائیل به شکست و درماندگی ارتش در کل اینوی محور مقامات گفته میشه، حال در رسانه ها منعکس میشه. ایتای بلومنتال یک خبرنگار نظامی است که در شبکه کان اسرائیل سخن میگفت. یادم گفت که حزب الله با سه پهپاد مناطق کاریوت، عکا و نهاریا را هدف گرفته. این عملیات در حال افزایش است. یک درگیری نیمه و مثلا ناتمام نیست، یک جنگ تمام عیار روزانه است که حزب الله برا انداخته.
اسرائیل زیف یک فرمانده سابق بخش عملیات ارتش اسرائیل هم گفته که جسارت حزب‌الله نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته و اینا دایره حملات و بمباران خود افزایش میدن. چرا این کارا هست؟ به خاطر از که اونا میدانن که اسرائیل حتما به سفربری و لشکرکشی را به پای اکمال رسانده و ان قریب بالا حزب الله حمله میکنند. اونا اطلاعات دارن، اطلاعات جمعی، یک رکن اصلی جنگ استخبارات است. به این خاطر اونا پیش از پیش منطقه را داغ میکنند و برای جنگ آمادگی میگیرند. همچنان حزب الله یک کار دیگه کرد امروز که یک اعلامیه داد، ارقام و آمار داد که ما کجا را زدیم، چند نفر را کشتیم، چند نفر تانک از بین، چقدر تانک از بین بردیم و در این مدت ما چه ضرباتی به طرف مقابل زدیم. کلش ارقام و آمار داد. مثلا در اعلامیه حزب الله آمد که 1650 عملیات در کل علیه اسرائیل انجام دادند. 1650 منظورش البته در این 6 ماه باشه، به نظر ما از وقتی که جنگ غزه شروع شده 2000 نفر کشته و زخمی طرف مقابل اسرائیلی رو گفتم ما 2000 نفر کشتیم. آمار دیگه چیز که عملیات علیه ارتش در مناطق مرزی که انجام گرفته به مقیاس 1112 مورد است. یعنی بیخی یک ارتش مثل یک ارتش بزرگ عمل کرده اینا. در شهرک های یهودی نشین 186 عملیات صورت گرفته. یعنی بی جهت نیست که شهرک های یهودی نشین بیخی تخلیه شده، مردم برآمده فرار کردن. در خط مرزی با اسرائیل حدود 176 عملیات انجام شده. 55 عملیات علیه مواضع ارتش در داخل بلنداژا و تحکیمات پنهان و تدافعیشان است. 70 عملیات علیه پایگاه است. بیشتر گفتیم که اینا پایگاه را میزنن و با استفاده از سلاح‌های نقطه زن. 51 عملیات هوایی انجام دادن. هوایی منظور ما از هواپیما نیست، تیارات بی سرنشین است، یعنی ربات ها آمدن زدن. این تمام کارزار خود به اصطلاح کارنامه جنگی حزب الله را در آمار داد. مثلا چی نوع اسلحه استفاده کردن حزب الله؟ میگه 546 موشک ضد زره هدایت شونده استفاده شده در طولی مدت. وقتی که هدایت شونده میگیم اون دمون سلاحی است که راست وقتی که در هدف پروگرام میشه راست به هدف میخوره، جای دیگه نمیخوره. 727 راکت زمین به زمین اینا استعمال کردن. 352 مورد انداخت توپچی. 77 سلاح تک تیرانداز و تفنگ گفته که ما استفاده کردیم و هدف زدیم. 50 موشک پدافند هوایی استعمال شده. 55 سلاح تهاجمی هوایی. 136 سلاح سبک. و به می ترتیب زیاد یک فهرست دادن و اقدامات زیر به سلاح همچنان اضافه شده که در نتیجه 230 هزار شهرک نشین از مناطق مرزی اسرائیل و حزب الله فرار کردند. این 230 هزار نفر داشت کار داشت، بار داشت، تولید نقش داشتن در تقویت اقتصاد، در ایجاد نظم زندگی شهرک های مرزی، اینا همیش دخل شده. 43 شهرک، همون شهرک های یهودی نشین که بسیار فراخ درست میشد منظم از روی نقشه و پلان، اونا تخلیه شده. مناطقی که تخلیه شده البته مناطق مسکونی تا عمق 5 کیلومتری است از خط مرز و اون سلاحهایی که هدف قرار میده حالا خاک اسرائیل تا عمق 15 کیلومتر است. یک تصویر است که مطابق گزارش منتشری خود حزب الله، مثلا تجهیزاتی که اینا از بین بردن تجهیزات اسرائیل،
پنج پهپاد از بین بردن، پنج پرتابگر گنبد آهنینه. یعنی می گنبد آهنینی که بسیار معروف است در گزارش از بلا آمده که پنج پرتابگر از بین برده، 344 سنگر و استحکامات از زیر زمین برآمده وقتی که راکت نقطه زن خورده، 92 دستگاه یا به اصطلاح خودروی نظامی از نوع ناور است، تانک است و دیگه موتورهای زیری است، 328 تجهیزات فنی. اینو دیگه خب البته این گزارش های ادلاتی حزب الله است. 722 واحد ساختمانی هدف قرار گرفته. جالبش ایست که میگه 67 مرکز فرماندهی در طول جبهه جنگ ما زدیم و 33 سلاح توپخانه‌ای. به این شکل من چنین گزارش مشرف بر اولین بار میبینم از حزب الله. خب میریم حال در رفح که اسرائیل حال میگه که کار حماس ما تمام میکنیم در رفح. چرا رهبرای حماس هم موجست، گروگان هم احتمالا هم موجست. خب شما باور میکنی گپ در 6 ماه شما نفهمیدین که حماس در کجاست؟ او لشکر 40,000 نفری کجاست؟ حالا میگین در رفح است، یک وقت یادتان نمیگه میفتین در زیر شفاخانه شفا است، باز رفتن شفاخانه ناصر، باز شفاخانه کل تمام شد. حالا که ارتش برآمده چند روز از تمام غزه، اما حماس دوباره پس به اون مناطق برگشته. خب حالا که به اون مناطق دوباره برگشته و شمال و مناطق مرکزی غزه، اینا از روی چی میگن که نه خیلی تمام رهبران حماس و گروگان کلش در کجاست؟ در زیر تونلی های گذرگاه رفح. ای مشکوک است. اینا میرن رفح را بسته میکنن با همکاری مصر، با مصر امتیاز داده شده، اونا همکاری میکنن. اصلا اینا میخوان که راه اگمالاتی بسیار همیتو نامحسوسه که و از طریق از بیرون از کرانه باختری و از طریق حزب الله اونا میشه به غزه راه اکمالات قطع بکنن، اسلحه را، خوراک، مهمات، هر چیزی را. اما تجربه ثابت کرده که ناممکن است. آره خود یک مشکل دیگه است که 1.7 میلیون نفر، تقریبا 2 میلیون نفر باید که در رفح تراکم کرده و سر کجا بره؟ به طرف شمال خان یونس نقل مکان میکنن. بسیار زیاد ظاهرا به خاطر از اینکه مردم کلش تلف نشه، اینا چادرهای بسیار بزرگ خریدن از این قبیله. خوب گپ خودشان است، گپ جای نمیگیره. تصاویر جدیدی که آمده، شهرک های چادری برپا شده و سازمان های امدادی به طرف منطقه دیرالبلح در رفت آمده هستن. طرح اسرائیل اسکان مثلا یعنی ایجاد یک منطقه چادر نشین از شمال خان یونس تا منطقه نتزاری میگن در مرکز. خب این کار خب میتونستم 6 ماه پیش بکنه که مردم تلف نشه. حالا که 35,000 نفر کشته شده، 7,000 نفر مفقود است، هیچ چیزی برای زندگی در اونجا نیست، آل احتیاط میکنن. برداشت شما چی است؟ اینا کلش لفاظی است. یاد ما باشه که اینا در رفح میرن جای چیزی از دستشان نمیه باسل کنه که بابا با چی ها. اما کاری که در شفاخانه های شفا کردن اونمو تراژدی باز تکرار میشه. چرا؟ دنیا هشدار خدا داده. یعنی چی؟ یعنی اگر شکست آمد عواقبش باز ما همون وقت با شما بررسی میکنیم. چرا من یه حرفا رو زدم؟ به خاطر از یک سند دارم. وزیر دارایی کابینه جنگ اسماتریچ، بزالل اسماتریچ، این امروز تقریبا 20 ساعت پیش گفت که ما غزه را باید کاملا ویران کنیم. چرا؟ به خاطر از اینکه به امنیت اسرائیل ضرور است.
من بیشتر از رفع که یک مقدار دست ناخورده است برای شما روایت کردم، این سخن اسماتریچ اینا رو در پالیش قرار بدین، شما به کدام نتیجه میرسید؟ خب وزیر دارایی است، این آدم بسیار آدم تندرو است، میگه که از این لحظه و بعد با موشک و بم با همه صحبت کنیم. خب تا حالا کچی صحبت کردی؟ بوسه کردی و گل انداختی؟ با حماس با بم صحبت نشده تاله، به خاطر از اینکه حماس هیچ شما با حماس رویاروی نشدین، درست؟ او فقط کمین زد در رفت، بم و موشک بالای مردم عادی ریخته شده، ساکنان شهر نشین. یعنی شما فکر میکنید که اسماتری چیر نمیفهم؟ میفهم، از لذت میگه گفه. خب حالا میگه به صورت باید وارد رفع شویم، به تخریب نابودی کامل باید ما دست بزنیم، برای امنیت ما ضرور است و این یگانه فرصت است. چرا اینطور میگن؟ و این یگانه فرصت است. ولی ما در برنامه قبلی گفته بودیم که آخرین قمار اسرائیل است رفع. خب بازم سوال من و ذهن شما می اندازم، اگر در این قمار هیچ چیزی به دست نیامد، مثل که در 6 ماه چیزی نیامد، بعد از اون چه چیزی میتونه اتفاق بیفته در منطقه؟ ایره دیگه نه پاسخش من داده میتونم و فقط در ذهن شما مردم شریف و عنوان به اصطلاح یک سوال وجدانی انداختم. فقط همه میگیم که این جنگ از دیگه جنگ ها تفاوت داره، که یک کار بکنی باز رفع مسئولیت کس سراغت نگیره، از او جنگ ها نیست. به او خاطر یک منبع دیگه است به نام وای نت، این گزارش کرده، گفته است رئیس اطلاعات مصر یک طرح جدید داره، جدید داده به خاطر گروگانای اسرائیل که آزاد شوند. اما خب حالا یک خبر دیگه آمد که ظاهرا حماس تمایل نشان داده و شکل اونا، ما فکر میکنم که هیچ طرحی برای حماس حال جاذبه نداره. چرا؟ به خاطر از اینکه حماس از چی بترسه؟ آدم وقتی میترسه از چیزی که میترسی که کدام چیزی را دست ندی، اونو نمیترسن به خاطر از اینکه دیگه چیزی نمونده که از دست بدن. فکر میکنم که رئیس اطلاعات مصر اینجا شکست میخوره. اما مصری ها بازم یادآوری میکنیم که با اسرائیل و امریکا در انهدام احتمالی رفع هم دست است. خب حالا در امریکا چی است؟ اگر یاد ما باشد خاور میانه انقلاب های نارنجی رو برای می انداختن، انقلاب سبز و انقلاب نارنجی، انقلاب مدنی. ما یک چیزی رو در خود امریکا می بینیم، انقلاب مدنی که از دانشگاه ها شروع شده. چرا؟ شعارشان قطع جنگ در غزه است، قطع کشتار غزه است، و این بسیار عمیق است. مثلا دانشجویان مثلا دانشگاه اوهایو 3 دانشگاه بزرگ امریکا است، بعد از عملی پلیس به دانش مجددا اونا رو سرکوب کرد، دستگیر کرد، مجددا دوباره جمع شدن. یکی از پروفیسورای بسیار معروف، یک خانم، و بسیار توهین دستایش از پشت سرش بسته کردن، ایره بردن به زندان. خب داهیه غزه و فلسطین چطور که دامن امریکا رو گرفت؟ ما فکر میکنیم که از یک کشور دیگه شروع شود انقلاب های مردمی، انقلاب وجدان است. ای از خود امریکا شروع شده. یک کسی از به نام دکتر نصیر العمری، تحلیلگر امریکایی است در شبکه I24، یادم میگه که بحران غزه در حال انتقال به دانشگاه های امریکاست که باعث وحشت دولت اسرائیل شده. اگر غزه دانشگاه های امریکا را
به اصطلاح پوشش بده، یعنی ای بر در یتیم شدن اسرائیل بسیار تاثیر داره. در گذشته حمایت مردم از اسرائیل در امریکا تقریبا حمایت قاطع بود، میفتن خب این فلسطینی ها خود روز هستن، چطور چه کار میتونه تبلیغات. حالی برعکس شده، تمام نخبگان امریکا، کسی که سرش به تنش میرسه فکر میکنن، کسایی که مالیات میتن، کسایی که مطالعه میکنن، این تصاویر میبینن، این اوزای دنیا را دنبال میکنن، خواستار قطع روابط با اسرائیل هستند. این تغییر ما که میگیم تاریخ پوست میاندازه، این یک شمی. کاربران فضای مجازی در امریکا فیلمی از دیسگیری بیشتر که خانم گفتم، او خانم رئیس دیپارتمنت فلسفه دانشگاه اموری است، اون امور دستایش پشت بسته کرده در ایالت جورجیا، او را کشکش کرده می به پلیس. خب ای امو امریکایی است که به خاطر مدنیت و دموکراسی از هفت خوان رستم گذاشته، باورتان می؟ آیا برکات نیورلیبرالیزم امی است؟ ای چی شد؟ او را دستگیر کردن بردن. خب ناتانیاهو خبر شده، بسیار به تشویش شد، میگه که چی میگه ای؟ میگه گروه های ضد یهودی دانشگاه های مشهور در امریکا را به اصطلاح تصرف کردن. ما که تظاهرات دیدیم، تعداد کسایی که مسلمان بودن و فلسطینی بودن بسیار کم بود، همیشه صفحه پست امریکا بود، و این سرآغاز به اصطلاح ظهور یک تاریخ جدید با قضاوت و مقتضای جدید است.